اینا اونجا ترینینگ دیدن اومدن به مصر. شما اگر توجه کنید موزه ها را از بین بردن در همون روزهای اول، تمام کلیساهای شهر رو نابود کردن. البته در مصر تعداد مسیحیان عرب و مسیحیان ارمنی و مسیحیان آسوری به اندازه مثلا بغداد و دیگر شهرها نیست، ولی اونجا هم بودن، چند تا کلیساهای معتبر و بزرگ داشتن اونجا، تاریخی هم بودن. اینا رو کاملا با خاک یکسان کردن، بعدن تمام مساجد شیعه رو از بین بردن. منتها چیزی که خیلی خیلی مردم رو به تعجب میاندازه، این جریان، یعنی این جریان سلفیستی ISIS، خب عوض این که مثلا به کنسولگری یک کشوری حمله بکنه که اون کشور مثلا رابطه خوبی با آمریکا نداره یا با ترکیه نداره، دقیقا حمله کردن به کنسولگری ترکیه و نزدیک، بعضی ها میگن 60 نفر، بعضی ها 40 نفر، بعضی از مفسرین میگن کمتر و بیشتر، گروگان گرفتن. یعنی این خیلی عجیب به نظر میرسه که چگونه یک نیرویی که اولا بنیادگرای سلفیستیه که تو لیست فهرست تروریستای وزارت امور خارجه آمریکا، وزارت دفاع آمریکا، و از سوی دیگه از طریق قطر و عربستان سعودی ترینینگ دیده، یعنی آموزش دیده، بدون شک نمیتونسته بدون اقلا رضایت رسمی یا غیر رسمی دولت آمریکا نباشه. بله. اومدن به دقیقا به اون کشوری، به کنسولگری اون کشوری حمله کردن که اون کشور اینا را تربیت نظامی داده بود. بله. در اینجرلیک، در داخل کشور ترکیه، پایگاه بزرگ نظامی آمریکا، اینجرلیک، در اونجا اینا همه آموزش نظامی دیده بودن. حالا چرا این کار، این خیلی جالبه که آدم توجه بکنی که آخه چرا اینا مثلا به کنسولگری ایران حمله نکردن، در صورتی به کنسولگری ترکیه حمله کردن. بله بله. این خب خیلی از مفسرین و در حال حاضر با تعجب روبرو کرده و سورپریز شدن. تحلیلی فعلا نمیتونن بدن که این اوضاع چیه. همینقدر ما میدونیم، همینقدر خیلی خیلی کم ما میدونیم که در این 6 ماه گذشته گویا یک نوع تیرگی در ارتباطات بین دولت اوباما و دولت مالکی اتفاق افتاده بود. دقیقا همون تیرگی که بین دولت اوباما و دولت کارزای در افغانستان اتفاق افتاد. بله. تقریبا ما اینو میدونیم، ولی بقیه اینا باید مورد تحلیل قرار بگیره که چرا این حرکت اتفاق افتاده و یعنی نیرویی که کاملا تحت تسلط نیروهای خارجی بوده که هنوز هم از به نظر من مطمئن. چرا این حرکت رو کردن، این باید با مورد تحلیل قرار بگیره و بعدن هم با مدارکی که خیلی ها امیدوارن که از طرف ویسلبلورها، اون زارکشان و سودکشان و اونایی که رسوا کنندگان هستن مثل آقای اسنودن، هنوز هم در نهادهای مختلف دولتی کار میکنن، شاید مدارکی به دست ما، یعنی در واقع مدارکی رو رو بکنن که به این مسائل مثلا اقلا جوابهای منطقی بده. منتها خب ما میدونیم که کشور عراق به غیر از موقعیت اون سوغلزیشی و ژئوپلیتیکی که در خاورمیانه داره، توجه کنید که یکی از کشورهاییست که خیلی خیلی به اصطلاح ثروتمنده. عراق با اینکه 33 میلیون نفر جمعیت داره، کل جمعیت عراق 33 میلیونه، ولی عراق دومین قدرت نفتی در داخل اوپک. بله. اوپک عراق دومین قدرت نفتی بعد از عربستان سعودی. بله. در جهان، در کل جهان پنجمین قدرت نفتی در جهانه، یعنی قدرت نفتی از نظر نه اکسپورت،
یعنی صدور، بلکه از نظر تولید. ببینید مثلا کشور عربستان سعودی مقام اول رو در صدور داره، صدور نفت. یعنی از 100% نفتی که تولید میکنه 80%شو صادر میکنه. این اولین کشور جهان در صدور. ولی در تولید یا روسیه اول میشه هر سال یا آمریکا در تولید نفت. اینا مقام اول و دوم رو دارن. بعدن کشور عراق پنجمین قدرت نفتیه، یعنی در تولید پنجمین کشور نفتی جهانه بعد از آمریکا و روسیه و کشور نیجریه و یک کشور دیگری هم هست فکر میکنم تا این اواخر لیبی بوده. چین پنجمی هم عراقه. بله. در نتیجه عراق از موقعیت بزرگ نه تنها ژئوپلیتیکی برخورداره، بلکه از موقعیت بزرگ منابع تولیدی به ویژه انرژی هم بسیار بسیار کشور ثروتمندیه. و اون وقت اگر شما نگاه کنید کشور عراق که 33 میلیون جمعیت داره 75%شون عربن، 15%شون کردن، که بین این 15% کرد و 75% عرب، یعنی بین رهبران این دو نشنالیتی یا ملیت تضاد بزرگی وجود داره که نیروهای خارجی میتونن از این تضاد استفاده بکنن. دقیقا کاری که در ایرلند شمالی سا انجام دادن، یک طرف هم شیعه و سنی بذارن فقط به خاطر اینکه امپراتوری انگلستان نمیخواد اون بخش از که امپراتوری انگلستان مستقل بشه. بله بله. ایرلند به پیونده و بحث شیعه و سنی هم دارن آقای پاسوب. بله و بحث شیعه و سنی هم در کشفاییش من از نظر به اسلام ملیت ها تحقیل بله بله. کردم از نظر مذهب 97% مردم عراق 97 یا بعضی ها میگن 95%شون مسلمانن، 60%شون شیعه هستن، 37%شون سنی هستن، اون وقت 3% دیگران مسیحی ها و یهودیان هستن. خود مسیحی ها بخششون عربن، عرب های مسیحی هستن. اینی که کشور عراق یک کشور تقریبا میشه گفت که گلستان ماننده، که خوبه بالفطره خوبه این یک کشوری گلستان مانند باشه، گلهای مختلف درش باشه، ولی خب نیروهای خارجی میتونن از این جریان استفاده هم بکنن و با تبلیغات بزرگی تضادهایی که در واقع تفاوتها را به تضادهای آنتاگونیستیکی، تضادهای آشتی ناپذیر تبدیل بکنن. این در کشور عراق حالا داره پیاده میشه و من فکر میکنم که اگر تصور بکنید ما در کشورهایی مثل ایران و یا حتی پاکستان ما دولت‌های نه زیاد مقتدر ولی دولت‌های پابرجای استقلال طلب و غیر وابسته داشتیم، این دو کشور بزرگ همسایه و همجوار عراق میتونستن جلوگیری بکنن از زنگ بسیار بسیار مصنوعی بین شیعه ها و سنی ها در کشور عراق. بله. ما دیدیم که در روز جمعه در کشور عراق آیت الله عظما علی سیستانی تقریبا اعلام کرده که همه شیعه ها مسلح بشن علیه این سلفیستا. خب این دردناکه، یعنی یک کشوری که در اونجا سالها سال سنی ها و شیعه ها در کنار هم به نسبت دیگر کشور ها حتی مقایسه میکنن در صلح و صفا زندگی میکردن، به جان هم دیگه نمیفتن. دولت ها بله، دولت صدام حسین ضد شیعه هم بود، بله، منتها مردم ما اطلاع نداشتیم مردم به هم دیگه حمله بکنن و نمیکردن شنو بسوزونن. در زمان خود صدام حسین این اصلا امکان نداشت اتفاق بیفته. بله. ولی امروز شهر به شهر ما شاهد
شاهد این علائم هستیم و حتی خبرگزاری های آمریکایی و اینها نشون میدن که چگونه در شهر موسل اینا اعلام اون جمهوری رو کردن یا اعلام اون حکومت اسلامی رو انجام دادن و گفتن که در 11 لایحه هم دولت، یعنی قانون اساسی این شریعت دولت فاندمنتالیستی رو از 2 روز پیش به این بعد در اونجا پیاده کردن که مثلا زنان دیگه بدون شوهرشون یا بدون پدرشون بدون برادرشون نمیتونن برن بیرون از خونه و تمام مدارس هم تعطیل کردن در همون شهر موسل که بزرگترین، یکی از بزرگترین شهرهای عراق. اینی که اوضاع به طور کلی خیلی دردناکه که در کشورهای عربی بالاخره اون نیروهایی که فقط خواستشون انباشت سرمایه است از طریق تصاحب و غارت منابع طبیعی این کشورها مثل عراق که نفت داره، نفت خیزه، خیلی معروف در جهان، اینا میان و از این تفاوت‌های فرهنگی و تفاوت‌های مذهبی و دینی و تفاوت‌های اتنیکی و زبانی استفاده می‌کنن که این تفاوت‌ها خود به خود بد نیستن ولی مورد استفاده قرار و الا مثلا کشور سوئیس هم 5 تا ملیت داره، در اونجا زندگی می‌کنن، به زبان‌های مختلف صحبت می‌کنن، دانشگاه‌هاشون به زبان مختلف تدریس می‌کنن در کشور سوئیس، ولی خب اینا هنوز اقلن در حال حاضر تومه این ذریان فاشیستی نشدن که بیان بین مردم که کی شیعه است که سنی است اختلاف بیارن و اونا را به جون هم بیندازن تا اینا غارت بکنن. شما خیلی جالبه اگر توجه کنید این حکومت اسلامی عراق و سوریه بعد از این در خود سوریه با شکست مفتزهانه روبرو شدن اومدن به داخل عراق، 12,000 نفر اینا عضو فعال دارن، اعضای فعالشون که مسلح هستن 12,000 نفرن. از این 12,000 نفر 4,000 نفرشون نه تنها عراقی نیستن، اهل سوریه نیستن، عرب هم نیستن، از کشورهای آمریکا، آلمان، ترکیه، از شبت زورتون انگلستان و فرانسه میان، بعضی از کشورهای هم هستن مثل بنگلادش، تعداد اونها خیلی کمه. یعنی شما ببینید اوضاع به کجا رسیده که یه عده از آمریکا و انگلستان و فرانسه میان با قطری ها و عربستان سعودی ها متحد میشن، میان این کلیه این جریان رو به وجود میارن که اکثریتشون نه سوریه‌ای هستن نه عراقی هستن، ولی اسم سازمان فاندمنتالیستیشون یا بنیادگرایشون به اسم حکومت اسلامی عراق و سوریه است. بله. که در خود سوریه با ناکامی روبرو شدن که این یکی از بهترین اتفاقاتی است که برای مردم جهان، فقط نه فقط برای مردم عراق و سوریه و خاورمیانه، برای مردم جهان اتفاق افتاده که اونایی که کوشش میکنن از این تفاوت‌ها سوء استفاده بکنن و به غارت منابع طبیعی این کشورها بپردازن یا ادامه بدن، اقلا در سوریه با ناکامی روبرو شدن، در اوکراین با ناکامی روبرو شدن، حالا چون در اون دو کشور با ناکامی روبرو شدن اومدن به یک کشوری که آسیب پذیر تر بود به خاطر مداخلات نظامی، حملات نظامی آمریکا به کشور عراق آسیب پذیر تر بود، اومدن اونجا انتقام بگیرن و تمام این تضادهایی که من به اونا اشاره کردم که چرا اینا به سفارت مثلا ونزوئلا یا کنسولگری ونزوئلا یا کنسولگری کشورهای دیگه حمله نکردن ولی به کنسولگری حمله کردن
که در اون کشور اینها آموزش دیده بودن. این خیلی خیلی به اصطلاح به قول آمریکایی‌ها تعجب انگیزه، یعنی پازلینگ. حالا آیا دولت اوباما اینا را میدونن و تظاهر میکنن به این تعجب بودن در که ما تعجب میکنیم، یا اینکه نه عملا واقعا اوضاع جهان به جایی رسیده، سیستم اونقدر فرتوت و پیر و بیرد شده که تمام این جریانات که اتفاق میفته احتیاج به مدت زمانی داره که آدم یه عده فاکت ها و واقعیت ها رو جمع بکنه، از درون این فاکت ها و واقعیت ها حقیقت رو بیاره بیرون که چرا این اتفاق به طور ناگهانی در کشور عراق اتفاق افتاد. بله بله.